سه گوینده و گرداننده موفق تلویزیونی طلو که از ابتدا تا به حال در این رسانه مشغول به کار هستند. با من رضا پورکنن شنیدن نکست وان پلاس همراه باشید. سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای شنیدنی نکست وان پلاس خوش آمدید. تلویزیون طلو، سومین تلویزیون خصوصی افغانستان است که از شهر کابل برنامه‌های خود را به طور 24 ساعته پخش می‌کند و از نظر محبوبیت از تمامی شبکه‌های تلویزیونی در افغانستان پیشتاز‌تر است. این تلویزیون با سرمایه‌گذاری سعد محسنی تاجر افغان تبار در سال 2003 تأسیس شد. تا یک سال این تلویزیون فقط در شهر کابل قابل دریافت بود، اما پس از آن با آغاز بخش ماهواری این تلویزیون از طریق ماهواره این شبکه گسترده پخش خود را به آسیای شرقی و خاورمیانه گسترش داد. شیوه مناسب این تلویزیون در تمام بخش ها باعث شد که بهترین کارمندان را جذب و مشغول به کار شوند. در این میان سه کارمند را برایتان معرفی میکنیم که از ابتدای افتتاح تلویزیون و رادیو تا به حال در این رسانه مشغول به کار هستند. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و فراموش نکنید جهت حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک کرده و چنل یوتیوب نکست وان پلاس را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید روزانه ما نیز با خبر شوید. شماره 1، مجیب الرحمن عارض، گوینده و تهیه کننده در تلویزیون طلو در کشور زیبای افغانستان می باشد. وی در سال 1988 میلادی در شهر زیبای کابل در یک خانواده روشنفکر، علم پرور و وطن دوست متولد شده است. پدرش عبدالرحمن منصبدار نظامی و پدرکلانش عبدالاحد عارض نویسنده و دانشمند دینی است. در سال 2001 با آمدن اداره موقت تلویزیون ملی افغانستان یک بار دیگر پس از توقف چندین ساله حکومت طالبان به نشرات خود آغاز نمود. مجیب در آن زمان نه تنها جوانترین گوینده برنامه اطفال تلویزیون ملی، بلکه برنامه جالبی برای نوجوانان به نام آینده سازان نیز داشت. در سال 2004 با تلویزیون خصوصی افغان همکار شد. میتوان گفت که مجیب عارض یکی از جوانترین تجربه کاران رسانه‌های کشور بود و کوشش میکرد که برنامه ها را با معیارهای جهانی امروز تهیه و اجرا کند. از موفقیت به دست آمده استفاده خوب نموده و برای به دست آوردن تجربه با تمام تلاش به اجرا و تهیه برنامه های جوانان اجتماعی، آموزشی و حتی خبری پرداخت. در سال 2005 به پربیننده ترین تلویزیون یعنی تلویزیون طلو مراجعه کرد و از شانس خوبی که داشت توانست در اولین ملاقات پذیرفته شود. حسن موسوی کارگردان اولین برنامه تفریحی طلو که هاپ نام داشت او را کمک کرد تا چگونه یک مصاحبه تفریحی را به پیش ببرد و این تجربه را در برنامه موجها که برنامه خاص جوانان بود به دست آورد. پس از آن در برنامه معلوماتی جواندون به عنوان مجری همکار با لودمیلا حسنزاده جایگزین داوود صدیقی شد و همچنان میزبانی برنامه رقابتی سه پرسش سه پاسخ به وی سپرده شد و در همین سال یعنی سال 2006 توانست از لیسه عالی امانی به درجه عالی فارغ شود. نبود یک برنامه که نشان دهنده فرهنگ افغان ها باشد در تلویزیون طلو احساس می شد. برنامه ای که انعکاس دهنده فرهنگ مهمان نوازی افغان ها باشد، چهره های ناآشنا را آشنا و آشنا را آشناتر بسازد و این موضوع مجیب و نعمت که کمرمین برنامه مهمان و یار بود را واداشت تا این برنامه را تهیه کنند. مجیب عارض برنامه های از قبیل های میدان، تای میدان، لیگ برتر، افطاری و برنامه های ایدی را نیز اجرا کرده است. مجیب رحمان عارض تا به حال هنوز هم در تلویزیون طلو ایفای وظیفه می کند.
شماره 2 خانم هدیه همدرد. هدیه همدرد یکی از گوینده‌های موفق و کارمند پیشکسوت رادیوی آرمان و تلویزیون طلوع می باشد. وی در شهر کابل متولد شد و بعد از اتمام تحصیلات خیش ازدواج میکنه که ثمره این ازدواج دو فرزند بسیار زیبا است. خانم همدرد در سال 2006 توانست در رادیو آرمان کار خود را آغاز کند و برنامه هایی همچون چهار خواهر خوانده، صبح آرمان و شبره ها را به پیش ببرد. وی به خاطر صدای بسیار زیبایی که داشت توانست مجری بامداد خوش در تلویزیون طلوع شود و همچنین گردانندگی برنامه های قرعه‌کشی ایثار، افطاری، برنامه های ایدی و مجری برنامه های سالگرد تلویزیون طلوع و رادیوی آرمان را نیز به عهده بگیرد. وی تا به حال هنوز هم در تلویزیون طلوع ایفای وظیفه میکند. شماره 3 مصطفی عزیزیار. مصطفی عزیزیار گوینده و تهیه کننده در تلویزیون طلوع می باشد. وی در سال 1372 خورشیدی در شهر زیبای کابل متولد شد. وی کسی است که از دوران کودکی در تلویزیون طلوع شروع به فعالیت کرده است. وی در سال 2008 کار خود را به عنوان یک گوینده در رادیو آرمان آغاز کرد. وی با صدای رسا و دلنشینی که داشت توانست خود را در بین مردم آشنا کند و همین امر موجب شد که راه برای رفتن به تلویزیون طلوع برایش باز شود و توانست گرداننده موفق در برنامه‌های چای با عزیزیار، آینه به آینه، رزم و بزم، لس و برنامه محبوب ستاره افغان شود. مصطفی عزیزیار یکی از گرداننده‌های موفق در کشور است که تسلط کاملی در اجرایش دارد. وی با دختر آوازخوان محبوب کشورمان جناب آقای امیرجان صبوری ازدواج کرده است که ثمره این ازدواج پسر زیبای 3 ساله آنهاست. مصطفی عزیزیار تا به حال هنوز هم در تلویزیون طلوع ایفای وظیفه میکند. نظر شما در این مورد چیست؟ لطفاً نظرتون را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما چنل یوتیوب نکست فان پلاس را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدار.